وقتی که مادرم فوت کرد، پدرم این غار رو برای آرامگاهش خرید. مکفلیه در افرون. این همه داراییش بود؟ نه نه، او همراه با غار زمین‌های اطرافش رو هم خرید. زمین و غار؟ این همه چیزش بود؟ اسحاق و اسماعیل کجا هستند؟ ما آماده ایم. توی خیمه هستند. من میرم صداشون کنم. اسحاق نبی، الیعزر گفت که ما آماده ایم. بیا بریم برادر. اونا دارن میان. ما رو تنها بگذاریم. حق با توه. بهتر او را زنده و پر از شادابی و حیات به یاد بیاریم. بیا بریم. اینجاست. این همون مکانه. جایی که پدرم برای قربانی کردنم اومد. من نمیتونم تصورش کنم. چطوری پدرمون تونست این کار رو کنه؟ وقتی خدا فرمان داد به پدرمون، اطاعت کرد. من 12 تا پسر دارم. جرأتی که بهشون آسیبی برسونم و ندارم.
اما برای ابراهیم اطاعت کردن از خدایش از همه چیز مهمتر بود، حتی اگر هزینه اون قربانی کردن فرزندش بود. این خیلی سخته. وقتی که پدرم تو و مادرت رو از اردوگاه بیرون کرد اون روز، من شکستن قلب پدر رو دیدم. به سختی جلوی اشکش رو گرفت. او شما رو برای فرمانبریش از خدا تقدیم کرد. این بیشتر از پایداریه، یه جدایی تلخ بود. من دلم برات خیلی تنگ شد. بله میدونم. وقتی باهات خداحافظی میکنم توی چهرت غم میدیدم. ودای اون روز همیشه جلوی چشممه. من خیلی دلتنگت بودم اسماعیل. هیچ وقت نمیخواستم جای تو باشم اسحاق. خداوند از روی لطف خودش به من 12 پسر داده است، سالم و قوی. خدا را براش شاکرم. چقدر حضور تو باعث دلگرمیم اسماعیل. بله، کنار تو بودن برای من دلگرمی اسحاق. من سختی ها در نبودن تو پدر تحمل کردم. خدا در همه کار کمکت کنه تا بتونی باعث برکت باشی. باشه که تو را هم حفظ کنه برادرم. میخواد که سالم باشی.